برخی از آمریکایی ها که از کندی یا بیعملی پلیس در پیگیری موارد سرقت ناامید شدند، از ردیاب های بلوتوث برای پیدا کردن اقلام دزدیده شده خود استفاده می کنند. ورونیکا بالدراس ایگلسیاس از صدای آمریکا در گزارش خود می گوید استفاده از این ابزار که از سوی پلیس تایید نشده می تواند کاربران را در معرض خطر قرار دهد. آلیسون پریبه، صاحب یک کسب و کار کوچک در ویرجینیا، چند ماه قبل اتومبیلش در یک پمپ بنزین دزدیده شد، اما او میگوید پلیس باید محافظ اموال مردم باشد. من از ماشینم پیاده شدم بنزین بزنم، اما یه مرد سوار اون شد و در ماشین رو قفل کرد و اونو دزدید. سارق 6 دقیقه بعد تلفن همراه هم خاموش کرد. من فکر میکردم ماشین لکسس ابزار ردیابی داره، اما بعد متوجه شدم باید از کمپانی لکسس میخواستم که اونو فعال کنه. اما حالا هر کسی میتواند با خریدن ردیاب بلوتوث اموال به سرقت رفتهش را پیدا کند. پیش بینی می شود در سال 2023 هر سال 300 میلیون ردیاب بلوتوث خریداری شود. مایک تیلر که با استفاده از همین ردیاب دوچرخه سرقت رفتهش را پیدا کرد میگوید پلیس وظیفه دارد پیدا کردن اموال مسروق مردم را در اولویت قرار دهد. مدیرعامل انجمن رؤسای پلیس ایالت ویرجینیا میگوید گرچه پلیس بیشتر بر جنایات خشونت‌آمیز و جرائم سنگین تمرکز دارد، اما مردم باید پیدا کردن اموال مسروقه خودشان را به پلیس واگذار کنند. افرادی که به این نوع فعالیت‌های مجرمانه دست می‌زنند ممکنه خیلی سریع اون اموال رو بفروشن. بنابراین ممکنه شخصی بیگناه کالای شما رو بخره و اگر دستگاه ردیاب هنوز در اون فعال باشه، شما میرین با فردی روبرو میشین که نمی‌دونسته اموال به سرقت رفته شما رو خریده. بنابراین شما واقعاً باید با مجریان قانون تماس بگیرید. پلیس بالاخره اتومبیل لکسس دانا رو پیدا کرد. او میگوید مردم نباید برای پیدا کردن اموالشان جان خود را به خطر بیاندازند و بگذارند پلیس به وظیفه خود عمل کند.